گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری استودیو نیکوسی جان و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. آغاز سال 2000 مرز تاجیکستان و ازبکستان مین گذاری کرده شد. جانب ازبکستان چنین عمل خیش را همچون حفظ مرز خود از جنگ جانی مسلح ارزیابی کرد. امروز نزدیک به 20% خط مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان که بیش از 1300 کیلومتر درازی دارد نامعین باقی مانده است. هنوز هم در میدانهای مین کاری شده اهالی اسودنشین تاجیکستان با مین برخورده جان از دست می دهند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش قمر احرار از ولایت سخت. جسد صادق جان سبحانوف و سفرعلی تاشوف دو ساکنی ناحیه پنجکند که در نتیجه برخورد مینه در مرز ازبکستان ترکیده‌اند بعد 8 روز حادثه به وطن انتقال داده و به دست والدینشان سپرده شده است. این دو ساکن عادی شهر پنجکند اثنای هزمچینی در زمین‌های کنار عقبه جمان همسرحد با ناحیه ارگوت ولایت سمرقند ازبکستان از ترکش مینه به هلاکت رسیدند. پرویز جبرزاده کاتب اجرایی جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سغد میگوید برای شناسایی و انتقال دادن جسد ساکنان قربان شده از ترکش مینه قطار مقامات های قدرتی و مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان جمعیت آنها نیز تلاش ورزیده است. در نتیجه خوب همکاری قسم حربی 21 و 15 کمیته سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی با مرزبانان ازبکستان و دروز براه موندن نظارت پرکروری سنه 24 اکتبر سال جاری جسد دو ساکن شهر پنجکند به تاجیکستان آورده و به اکسپرتیز سودی طبی گذرانده شد. اکسپرتیز معاین کرد که آنها سبحانوف صادق جان سال تولدش 6 دکبر سال 1998 زاده و استقامت کننده دهه فراب جماعت دهت فراب و تاشوف سفرعلی که سال تولدش 12 دکبر سال 1980 زاده و استقامت کننده دهه یوری جماعت دهت یوری بودند. اول اکسپرتیز گذرانده جسدشون به ترتیب آورده بعد سپرده شد. بر طبق اطلاع مرکزی مینروبی تاجیکستان دوام 15 سال اخیر تعداد نفرانی که بر اثر ترکش مینه آسیب دیده اند به بیش از 800 نفر رسیده است که 90%شان به مردمی عادی راست می آید. این در حال است که در کشور چند سال است برنامه آگاه کنی مردم از خطر مینه ها در نواحی نزدی سرحدی با ازبکستان عملی می شود. برنامه مذکور به نواحی نزدی مرزی پنجکند، اشت و کانی بادام، اسفره و سپیتمن، شهرستان و ناحیه باباجان غفوروی سغد نگرانده شده، عمدتاً علامت گذاری زمین های نزدی مرزی و کارهای فهماندهی میان اهالی را با جلب نفران اختیاری به اجرا می رساند، می گوید پرویز جبارزاده. گرچند سازشنامه های میمراندوم اویده به ضرر نمودن مینه ها در پروگرام دولتی قبول شده باشدم، پوره اجرا شوی این نقشه تا حالا به آخر نرسیده است. گرچند سازشنامه شدگی است که سرحد ازبکستان باید از مینه های ترکنده پوره آزاد کرده شود، لیکن تا حالا این برنامه به آخر نرسیده است. البته پوره مشکل را از بین برداشته نمیتونیم. برای پوره این انجام دادن گروه بین حکومتی و حکومت جمهوری تاجیکستان و ازبکستان این سازش به آورده. دولتی ازبکستان سر از سال 2000 زمانی که جنگسالار ازبکستانی جمعه نمنگانی به خاک این کشور برخورد مسلحانه انجام میداد، همین مرزهایش با جمهوری تاجیکستان را یک طرفه مینکاری کرد. آن هنگام این جنگسالار نابود کرده شد، اما در شرایط امروزه با مینها بیشتر از همه ساکنان ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان برخورده ضرر میبینند. تنها در ولایت سغد تعداد ضرر دیدگان از سرکش مینها به 154 نفر رسیده است که 76 نفر از این شمار قربان شدند، میگوید مظفر بابا جانوف راهبر جمعیت جبر دیدگان از مینه ها در ولایت سغد. سرکش سال 2000 سال ماه آگوست در شهر اسفره روی داده بود. جمع در حین ما 154 نفر شهروندانی که از مینه در سرک گذشته شده جبر دیدند و قید گرفته شدند. از سببی توخر معین نشدند بسیار نفهمی و بین دو سرکشان بین تاجیکستان و ازبکستان بسیار معموعی که توخر حل نشدند و میان میوید. بعدی پاشخوری اتحاد شوروی مسئله تقسیم مرز به یکی از پرابلمه های عمده جمهوری های آسیای مرکزی باقی ماند و تا کنون این مشکل همچنین حل نشده باقی مانده است. نواحی ولایت سغد تاجیکستان که شمال این کشور محسوب می شود با یک قطار ولایت جمهوری های ازبکستان و قرقیزستان همسرحد است، ولی مرزها برای
برای ساکنان این کشورها تا به امروز معین و مشخص نشدند. چنین نامعینی باعث هر لحظه برخوردها میان ساکنان عادی و سرحدبانان این جمهوری ها باعث می گردد. خدایبردی حاجی یک ساکن نزد مرزی ناحیه ظفرآباد می گوید که بارها او و فرزندانش مورد تهدید و هشداردهی ها از سوی مرزبانان ازبک قرار گرفتند. می دونی چی؟ همین سمنه من رفت خود سرحد رفتگی. بچهای مولپوی و کوگرو تام درجه 50 متر سرحد رفتن نمی تونند. بچه کدام همین سلطای ازبک از پایین بچه همین گپ وزیر این زده ترسون هم خیلی کردند. بچه یوش همین گوم و گوپول هم نزدیک بچه گریختن این گرم. خاکون توی رشا من اوتون بمی پرانم. حکم مولو میرد پایین میرنگ هم خیلی گپو شده است. تاجیکستان تا امروز 90% مرز مشترک با جمهوری ازبکستان و 50% با جمهوری قرقیزستان را معین نموده است. مسئله های موجود به معین کنی مرز در دایره صلاحیت کار کمیسیه جانب ها صورت گرفته است. اما دلیمیتاسیا و دمارکاسیا نشدن سرحد برای ساکنان هر دو جانب مشکلی های زیاد را به وجود می آورد. می گوید مظفر باباجانوف رئیس جمعیت جبدیده ها از مینه ها در ولایت سوغد. معموی حل نشده است که از سبب اون که سرحد دولتی معین کرده نشده است. همون جایی که مینه گذاری کرده شدن ما تا آخر گفته نمی تونیم که وای در کدام حدود دولت جا گرشته است. در حدود تاجیکستان یا که در حدود ازبکستان. همگی سال گذشته و امسال در شهر پنجکین در نوعی هشت معین نمودنی همه خیل میدانچه ها از طرف مرکزی تاجیکستان آوید با مثل روی مینه ها گذارون داشتن. لیکن اونا تا آخر وقتی که با هم ریاست کاردگرافی و گیدیزه و دیگر تشکلات هایی که به این یکون واسطه دارن اگر همه همه اون را معین نکنند و اونا هم تا حال گفته نمیتونند که همین میدانچه های مینه گذاری کرده شده در کدام حدود کدام دولت در حدود تاجیکستان یا که در حدود ازبکستان واقع شده است. برای همین حالا هیچ کس با 100% معین گفته نمیتونند که این مینه ها در کجا جایگیر کرده شده اند. این یک معامله که حالی تا آخر حل خود را نیافته است. دوام 10 ساله اخیر در نتیجه گذراندن عملیات های مخصوص مینروبی 190 اوچاسکه در 14 نواحی کشور از مین تازه کرده شده است. در حال حاضر در تاجیکستان نزدیک به 350 هزار نفر در مناطق خطر افزا زندگی و کار و فعالیت میبرند. در همین حال تحلیلگران میگویند برای بی‌ضررگردانی مینه های مرزی قبل از همه تشبث جانب ازبکستان لازم است، زیرا در صورت ندانستن نقشه و یا خریطه زمین، کوه و تپه هایی که مینکاری شده اند، کارهای پیشگیری کنی از خطر مینه ها برای مقامات های تاجیکستان کم اثر باقی خواهد ماند. قمر احرار، ولایت سوغد. سومیانی گرامی، این بودن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری سوتی نیکوسی جنگ و سلوی بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من فرزانه عبدالقز. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در سایت اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صحبه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوام در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.